تظاهرات کارگران گروه ملی فولاد اهواز، اعتصاب رانندگان کامیون در شهرهای مختلف، پاراگوئه، دستگیری حامی مالی حزب شیطان و ضربه به شبکه پولشویی رژیم. کارگران گروه ملی فولاد اهواز روز شنبه در اعتراض به پاسخ ندادن به مطالباتشان دست به تظاهرات زدند. کارگران شعار می‌دادند: کارگر می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد و کارگریم، نون می‌خواهیم، دوا و درمون می‌خواهیم. شش پایانه تهران. این هم از ماشینه که تو پایانه همه پارکن، نه یه دونه بار است، نه کرایه خوبی میدن. از صبح روز شنبه رانندگان کامیون در شهرهای مختلف در پاسخ به فراخوان اتحادیه هماهنگ کننده رانندگان سراسر کشور دست به اعتراض و اعتصاب زدند. در تهران رانندگان کامیون در پایانه نسیم کامیون‌های خود را پارک کردند. در گرگان رانندگان کامیون خودروهای خود را در مسیر اتوبان پارک کردند. در مهران رانندگان ترانزیت در پایانه این شهر تجمع کردند. در سرخس نیز پایانه این شهر بسته بود و رانندگان ترانزیت دست از کار کشیدند. این اعتصاب در اعتراض به حل نشدن مشکل رانندگان از سوی رژیم آخوندی برگزار شد. روز شنبه اعتراض و اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه ادامه داشت. کارگران از تقریباً دو هفته پیش در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود دست به اعتراض و اعتصاب زدند. تعداد کارگران 700 تن برآورد می شود. Human Rights Watch سرکوب تظاهرات مرداد ماه در شهرهای ایران از جمله اصفهان، کرج و تهران را محکوم کرد. این نهاد حقوق بشری دستگیری شرکت کنندگان در این سلسله تظاهرات را محکوم کرد و خواهان آزادی آنها گردید. یک کشاورز محروم به نام مهدی خوگر روز جمعه در اثر انفجار مین کاشته شده توسط مزدوران سپاه پاسداران در نواحی مرزی شهرستان مریوان یک پایش را از دست داد. این کشاورز 40 ساله که از ناحیه مچ پایش قطع شد هم‌اکنون در بیمارستان مریوان بستری است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی صبح روز شنبه طی سخنانی اعتراف کرد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در 4 ماهه ابتدایی امسال 15000 میلیارد تومان افزایش یافته است که با احتساب ضریب فزاینده این رقم منجر به افزایش بیش از 100000 میلیارد تومان نقدینگی شده است. مقام‌های امنیتی پاراگوئه اسد احمد برکات یکی از بزرگترین حامیان مالی حزب شیطان وابسته به رژیم ایران را که در لیست تروریستی آمریکا نیز قرار دارد دستگیر کردند. به گزارش بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها این دستگیری بعد از آن انجام می‌شود که رئیس جمهور پاراگوئه در پی تغییر سیاست کشورهای آمریکای جنوبی نسبت به فعالیت‌های حزب الله در کشورهایشان دستور داد تا در مورد این فرد و اینکه چگونه به پاسپورت پاراگوئه دست یافته است تحقیق به عمل آید. الحدود الثلاثيه بين الارجنتين والبرازيل وباراغواي ويترأس مجموعة بركات وهي منظمة إجرامية تابعة لميليشيات حزب الله اللبناني.